سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم. در برنامه این هفته حکایت مرمت فیلم شطرنج باد بعد از 4 دهه، گفتگو با عزیز الله نهفته، نویسنده رمان تنها آمده، گنجینه نسخه های قدیمی فارسی در داغستان، فیلم شطرنج باد ساخته محمد رضا اصلانی محصول 1355 امسال یکی از شگفتی‌های سینمایی در عرصه بین المللی بود که نظر خیلی از منتقدین رو جلب کرد. این فیلم که در سینماتک بولونیا مرمت و احیا شده بعد از 44 سال برای نخستین بار در فستیوال ایلچینما ریتروواتو به نمایش در اومد. شطرنج باد که به طور کامل در امارت مشیرالدوله تهران فیلم برداری شده، ماجرای دلهره آور انحطاط یک خانواده اشرافیه که در منازعه بر سر ارث و میراث تا ارتکاب جنایت هم پیش میرن. تماشا با مسئول مرمت شطرنج باد گفتگو کرده. Good evening everyone. So when I do an introduction like this, I usually begin by saying I'm sorry I can't be with you there in person. But right now, under these really special circumstances, I'm going to start by saying how fortunate and blessed I feel to be a part of this year's Cinema Ritrovato. This year, a number of projects supported by the Film Foundation are going to be presented, including a film that was made pre-Iranian Revolution by Mohammad Reza Aslani, a film called The Chess Game of the Wind. شطرنج باد کشف بزرگ امسال جشنواره ایلچینما ریتروواتو بود، فیلمی که تمام این سالها ظاهرا گم شده بود. نگاه حائزه نیفته به مریض، برو بیرون لعین. به نظر میاد این فیلم جلوتر از زمانش بوده و حتی وقتی امروز اونو میبینیم فیلم پیچیده ایه. آرام باش جانم، آرام باش. به مقدسات فکر کن، نه به آدم ها. فیلم نه با تکه بر داستان، بلکه به واسطه تصاویر پیش میره. کمی معجون تریاکم تجویز میکنم. نگاتیو فیلم رو گیتا اصلانی، دختر آقای اصلانی، در اختیار ما قرار داد. ما معمولا وقتی فیلمی رو مرمت میکنیم تلاش میکنیم که همه نسخه های موجود اون فیلم رو گردآوری کنیم، چون خیلی وقتا این نسخه ها با هم نمیخونن. گاهی نسخه های فیلم برش خورده یا تهیه کننده دوباره اونو تدوین کرده یا حتی سانسور شده. در نتیجه ما میخواییم پیش از دست زدن به نگاتیو بتونیم این نسخه ها رو با هم مقایسه کنیم. گاهی بعضی صحنه های پلان ها از نگاتیو حذف شدن یا حتی یه حلقه کامل مفقود شده. در مورد شطرنج باد ما هیچ راه حل جایگزینی نداشتیم. برای همین واقعا امیدوار بودیم که نگاتیو کامل باشه و خوشبختانه همینطور هم بود. این فیلم تنها یک بار در سال 1355 در جشنواره جهانی فیلم تهران به نمایش در اومد و گویا در اون زمان در شرایط مناسبی نشون داده نشد. موضوعی که برای مایی که کارمون مرمت فیلم خیلی حساسه، چون همین معلوم میکنه که اگه فیلم در شرایط درست اونجور که باید نمایش داده نشه چقدر میتونه بر قضاوت تماشاگر تاثیر بذاره. خلاصه فیلم همین یه دونه اکران برای اهالی مطبوعات رو داشت و اصلا فهمیده نشد. یادمون باشه که این قضیه 2 سال قبل از انقلابه.
در نتیجه فیلم فرصت کافی برای دیده شدن پیدا نمی‌کنه و بعد از انقلاب هم که توقیف میشه و دیگه هرگز اکرانی نداره. اینطور که من شنیدم، بعدها نسخه VHSش در بازار سیاه دست به دست می شده و فیلم در این سالها به طور زیرزمینی دیده می شده. شطرنج باد فیلم بسیار تاریکیه. شاید همین فضای تیره و سنگین مانع از این شده که در زمان خودش مورد پسند قرار بگیره. وقتی پیش از شروع کار میخوایم این تاریکی رو به همراه سایر عناصر به زبان مرمت ترجمه کنیم، باید اول بفهمیم در دل فیلم چی میگذره و معنی این تاریکی چیه. باید نگاه فیلم ساز رو بفهمیم. حتما این تاریکی در اون جامعه وجود داشته و همینطور احتمالاً در بطن اون انقلابی که در راه بوده، یا شاید هم امروز به این دلیل که می‌دونیم چه مسیر تاریخی طی شده این برداشت رو می‌کنیم. لازمه که ما اون تاریخ رو بشناسیم و بفهمیم تا بتونیم این فیلم رو درست احیا کنیم. همونطور که ضروریه بدونیم ماهیت کلیسای سیستین واتیکان چی بوده پیش از اون که رنگش رو مرمت کنیم. اغراق‌آمیز نیست اگه فیلم‌ها رو با آثار شاخص هنری مقایسه کنیم. نمیشه تصور کرد که کسی به کمک جدیدترین تکنولوژی امروزی به سراغ اثری از کاراواجو بره بدون اینکه بدونه چرا این رنگ‌ها در کار او استفاده شدن و چه معنایی میدن. دوربین در حال حرکت درنگ میکنه و دست‌ها، حرکات، جزئیات پارچه‌ها و ظرف‌ها رو نشونمون میده. این ظرافت‌ها و جزئیات باید درست از آب در میومد. در بعضی تصاویر میشه غبار در هوا رو دید. جنس هوا باید درست از آب در میومد. تکنولوژی امروز انجام کارو تسریع کرده ولی همه چی رو شبیه به هم کرده. همه چی ظاهر خیلی مدرن پیدا کرده. ما صحنه به صحنه فیلم رو کار کردیم، لایه به لایه، رنگ به رنگ، خط به خط. واقعا شیوه کار شبیه مرمت نقاشیه. در ضمن یادمون باشه فیلم در دوران همه‌گیری مرمت شد. در نتیجه ارتباط ما با ایران و آقای اصلانی بیشتر نوشتاری بود. اما بسیار خوششانس بودیم که گیتا اصلانی ما را همراهی کرد و مرتب با پدرش در تماس بود. او با ما از نورپردازی در آثار ورمیر حرف زد. همینطور در مورد نگارگری ایرانی. و حتی از مشابهت فیلم با برخی از نقاشی‌های قرون وسطا. کل فرایند مرمت یک سال طول کشید و آقای بهارلو در چند روز آخر به ما ملحق شد تا فیلم رو در کلیتش بازبینی کنه و همچنین در مورد نور توصیه هایی به ما بکنه. اگه بخوایم در مورد تصحیح رنگ اصولی عمل کنیم، باید هر تعداد از عوامل فیلم رو که میتونیم دعوت کنیم. یعنی مثلا اگه امکان پذیر مدیر فیلم برداری رو مثل آقای بهارلو. ما بسیار خوششانس بودیم که ایشون تونست بیاد. چون خیلی وقتا متاسفانه کسی از دستاندرکارای فیلم‌های قدیمی یا به اصطلاح کلاسیک دیگه باقی نمونده. ما اغلب از سینمای جهان حرف میزنیم. هرچی که معنای این واژه سینمای جهان باشه، شما این فیلم رو تماشا میکنین و بیشک از تعدد منابع بصری اون شگفت زده میشین. بسیاری از نقدها از بار قوی شاعرانه فیلم حرف زدن و البته که آقای اصلانی جز فیلمسازی شاعری نوگراست. برخی حرف از ادگار آلن پو زدن. بعضی منتقدا هم اینجا در بولونیا فیلم رو با آثار مارگریت دوراس یا برسون و ویسکونتی مقایسه کردن.
درسته که ردی از همه اینها در فیلم هست، ولی در نهایت زبان فیلم یگانه و مختص آقای اصلانیه و بازتاب نگاه او به فرهنگش و به کشمکش بین مدرنیته و گذشته در ایران اون زمان و همه زمان هاست. من فکر میکنم ما واقعا با یه فیلم شگفت‌انگیز طرفیم. دیگه بسه. رمان تنها آمده نوشته عزیز الله نهفته، نویسنده و شاعر افغان، چند هفته پیش در کابل منتشر شد. از عزیز الله نهفته تا حالا چندین مجموعه شعر، رمان و داستان کوتاه منتشر شده. مهاجرت غیرقانونی نوجوانان موضوع رمان تازه آقای نهفته است. تنها آمده داستان یک پسر نوجوان در اردوگاهی در سوئد به نام فرهاد که از دید شخصیت‌های مختلف روایت میشه. مخاطب در ابتدای کتاب میفهمه که فرهاد خودش رو دار زده و در طی داستان متوجه میشه چه عواملی فرهاد رو به سمت مرگ خودخواسته پیش برده. عزیز الله نهفته از سوئد مهمان تماشاست تا درباره تنها آمده با هم صحبت کنیم. آقای نهفته، خیلی از پناهجویی که در سالهای اخیر به اروپا اومدن افغان هستن و زیر سن قانونی. با این حال خیلی کم درباره اونها و داستان زندگیشون در ادبیات داستانی صحبت شده. چطور شد که شما تصمیم گرفتید به این موضوع بپردازید؟ مهاجرت پدیده خیلی پیچیده‌ای هستش. تا جایی که ما معلومات دارم تعداد از نویسنده های ما در این عرصه گام زدن، قدم زدن و آثار نوشتن. اما انسم کماندهی که اصطلاح سویدیس اینجا به تنها آمده معنی میده برای بچه هایی که تنها آمدن، این یک پدیدی تقریبا نمه است برای افغان ها. شخصا من چون معلم زبان فارسی هستم، دردها، دغدغه ها و مشکلات پناهجویان نوجوان از نزدیک تجربه کردم. این مدتی که من با بچه ها بودم باعث شد که اون دردها در من انباشته شده و من نتانستم که ننویسم و من تنها وسیله بودم که بیانشان بکنم. به یادم یکی از جوانان اونجا شاگردم بود، صبح وقت آمد، گفتم چرا این گونه خیلی نگران استی؟ گفت شب در قطار، در ایستگاه قطار خوابیده بودم. این گونه من در رمان مشکلات اونها را به گونه در رمان آوردم بدون از این که مستقیم با اون بچه ها یا شاگرده اشاره کرده باشم. شما در کنکاش در دنیای درونی شخصیت ها مهارت دارید. در تنها آمده هم مثل کارهای قبلی وارد ذهن شخصیت های داستان شدید و یک روایت غیر خطی دارید. چرا این شیوه روایت رو انتخاب کردید؟ دلایل مختلفی بود که من این ساختار را برای رمان تنها آمده انتخاب بکنم. زندگی خیلی پیچیده هست. زندگی یک سیر متداوم و خطی نداره. به همین دلیلش اگر من میخواستم که اون رمان به شیوه کلاسیک بنویسم، اون دردهایی را که روزانه من میدیدم از بچه ها نمیتونستم درستیش ارائه بکنم. هدف من این بود که راوی های مختلف از زاویه های مختلف به یک مسئله ببینن، چون این راوی های متعدد نقطه مقابل قاطعیت هستند. یعنی اون قاطعیتی که یک نویسنده میگه چون این شده، اون رو میخواستم اینجا ضعیف بسازم و برای خواننده نشان بدم که از یک واقعیت میتونه روایت‌های مختلف وجود داشته باشه و به همین دلیل من این ساختار انتخاب کردم، ساختاری که بیشتر نزدیک به همون قصه ها، افسانه ها و حرف هایی بود که من از بچه ها میشنیدم. بعضی ها این انتقاد رو مطرح کردن که در کار شما شخصیت هایی که متعلق به اقشار مختلف جامعه مثل زن روستایی یا زنی تحصیل کرده زبان و لحن یکسانی دارن. نظر خودتون در این باره چیه؟ در این رمان بیشتر ما از مونولوگ استفاده کردیم. این اندیشه های درونی راوی ها هستن که بیان میشن. تلاش کردم که اون اندیشه هایشون رو بنویسم بدون دغدغه لحن، بدون از اینکه خواننده را درگیر زبان ماورایی یا زبان محل
بود باش این بچه ها بکنم، چون نمیخواستم که مشخص بسازم که این شخصیت داستانی از این منطقه افغانستان است، این شخصیت از این گوشه افغانستان است. چون شما دیدین که خواندین که در رمان خیلی مسائل پیچیده بیان شده، نخواستم که این افراد به یک ولایت خاص، به یک منطقه خاص از طریق لهجه و از طریق گفتار بیان شدن. روابط جنسی تو کار شما با جزئیات توصیف میشه، چیزی که در ادبیات فارسی چندان معمول نیست. چطوره که شما چنین لحن صریحی رو انتخاب کردید؟ خب زبان فارسی خیلی با مسائل جنسی آغشته بوده. ما این در آثار زبان کلاسیک ما داریم، این مسائل خیلی زیاد است، از مولانا تا سعدی و همه بار بار مسائل مطرح کردن. اما اینجا مسئله ایروتیک اصلا مطرح نیست. اینجا یک سلسله با واقعات است و حقیقت هایی است بیان شده که این نوجوان ها از اینها سوء استفاده میشده، هم در افغانستان با تاسف از اینها سوء استفاده میشده، هم با تاسف وقتی این بچه های پناهنده در مسیر خود به اروپا بودن. دیدگاه من امین است که ما مسائل با پنهان کردن نمیتونیم حل کنیم، باید روی مسائل، هرچند این مسائل تابو باشن، هرچند این مسائل خیلی خیلی پیچیده و دشوار هستن، همه به هر صورت روی این مسائل باید انگشت بگذاریم، این مسائل باید مطرح بکنیم تا راه حل های بیشتر پیدا کنیم. در کتاب صحنه تکان دهنده ای هست از تجاوز یک حیوان به یکی از اهالی روستایی که فرهاد توش زندگی میکنه. ممکنه درباره این صحنه که به کابوس شخصیت اصلی رمانم تبدیل شده توضیح بدید؟ این صحنه را من به صورت نمادین در این اثر استفاده کردم و هدفم از این بود تا اغراق کرده باشم، تا نشان داده باشم، برجسته ساخته باشم این وحشت را که در بعض ولایات افغانستان تا هنوز هم ادامه داره. تجاوز یک عربی خشن است که متداوم تا به امروز ادامه داره به گونه های مختلف و شیوه های مختلف، و این عربره ما نمیتونیم از دست این گروه ها نگیریم تا خیلی برجسته نسازیمش، تا همه بفهمن، تا همه ازش وحشت بکنن. به همین دلیل این را به صورت نمادین در این اثر آوردم تا خیلی برجسته باشه، تا دیده شود بیشتر از دیگر صحنه ها. ممکنه چند خط از رمان تنها آمده رو به انتخاب خودتون برامون بخونید؟ نمیتوانم متمرکز و سنجیده فکر کنم. فرهاد با آن گردن شکسته و چشمان از ادقه برآمدهش پیش چشمم قرار دارد. هنگار امین اگنون در اتاق کوچک تاریک و بیروی او هستم و از فاصله نیم متری به جسد او که پشت افتاده و انوز تناب دور گردنش قرار دارد میبینم. این که او با خودکشی خودش را انکار کرده است چیزی است که به مخیله هم خطور میکند. تصور این که او هستی را انکار کرده، طبیعت و بخشایش را منکر شده و در نهایت عقل را تسکیب کرده است، نتیجه تفکر آنی است که بعد از برگشت از اتاق او بر من مستولی شده است. بار پیش که فرهاد را دیده بودم به خود گفته بودم که او نمیتواند جامعه را که در آن زندگی میکند بشناسد. اگر چنین چیزی را بپذیریم، در حقیقت او با مقدار اشیاء و انسانها و طبیعتی روبرو بوده که برای درکش باید کشفشان میکرد، نتوانسته بود، چون جامعه را از بیرون میدید. گالری اینجا نمایشگاهی از نقاشی‌های فتانه فروغی با نام تاروز برگزار کرده که در ابعاد مختلف و با تکنیک رنگ روغن کار شدن. کارهای نمایشگاه اغلب طبیعت بیجانند. توجه به نور در زمانهای مختلف روز و تأثیر اون روی اشیای زندگی روزمره با تکنیکی واقع گرایانه کار شده. گلدانها، شمدانها، ظروف شیشه‌ای و بشقابی که چند میوه در آن قرار داده، همگی در نورهای ملایم طبیعی و تلاش برای ثبت باستاب اون نقاشی شده. منبع نور توی این کارها پنجره است و گاهی خود پنجره هم به موزه کار تبدیل میشه.
در یکی از نقاشی ها پرده سفیدی رو میبینیم که پنجره بزرگی رو پوشونده و نور طلایی نارنجی عصرگاهی در کنار سایه های آبی خاکستری اون به موضوع نقاشی شکل داده. در یکی دیگه از نقاشی ها یک میز غذاخوری میبینیم که دو شمعدان و یک گلدان روی اون قرار گرفته و فضای نقاشی با خاکستری های رنگی کار شده و با کمی دقت باز هم نور اوریبی رو تشخیص میدیم که از گوشه سمت راست روی موضوع افتاده. شاید براتون جالب باشه که بدونید مجموعه‌ای از ده‌ها نسخه خطی فارسی که در نوع خودش بی‌نظیره در جمهوری خودمختار داغستان نگهداری میشه. دلیلش هم اینه که داغستان که الان بخشی از روسیه است تا 200 سال پیش بخشی از ایران بوده و زبان پارسی زبان رایج در بین تحصیلگردگان اون منطقه بوده. پژمان اکبرزاده سری زده به این مجموعه منحصر به فرد. دوران افشاریان یکی از دوره‌هایی است که منطقه داغستان در آن بخشی از خاک ایران بود. در آن زمان نادرشاه یک قرآن کوچک به رسم یاد بود برای حاکم محلی داغستان ارسال کرد. داغستانی‌ها می‌گویند حاکم اما برای نادرشاه نامه‌ای نوشت و نظر به اهمیت این کتاب خواستار نسخه بزرگتری از آن شد. امپراتور هم این قرآن عظیم را برای او فرستاد. این اثر تنها یکی از نسخه‌های خطی منحصر به فرد در کتابخانه مرکز علمی داغستان است. این کتابخانه در سال 1963 تأسیس شده بود. از آن زمان تا امروز خاورشناسان داغستانی در کتابخانه شخصی در خزائن کتب مساجد نسخ خطی را مطالعه می کنند، از آن عکس می گیرند و کپی الکترونیک تهیه می کنند. از سال 1917 با شکل گیری اتحاد جماهیر شوروی بر پایه ایده های کمونیستی، یکی از اولویت ها حذف دین از فضای جامعه بود، چه اسلام چه مسیحیت. به گفته گردانندگان مرکز علمی داغستان، در آن زمان نگهداری از نسخه‌های خطی پارسی یا عربی که به دلیل الفبا حتی در ظاهر نشانی از پیوند با دنیای اسلام داشتند برای دارندگان آنها خطرناک بود. به همین خاطر این آثار اغلب به کتابخانه هدیه یا فروخته می‌شدند. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی وضعیت تبدیل شد، تغییر شد. امروز اصحاب کتابخانه‌ها کتب قدیمی خود را برای برکت خانه، یادگاری نیاکان خود و برای مطالعه نگهداری می کنند. امروز بیش از 100 نسخه خطی پارسی در مؤسسه تاریخ، باستانشناسی و نژادشناسی داغستان وابسته به فرهنگستان دانش روسیه نگهداری می شود. کهن‌ترین نسخه اخلاق ناصری است، یکی از مشهورترین آثار خواجه نصیر دین طوسی، دانشمند ایرانی درباره اخلاق شخصی و اجتماعی، به تاریخ 1235 میلادی. اثر نفیس دیگر دانشنامه است از محمد ابن محمود آملی به تاریخ 1339 میلادی، نفایس الفنون. از مشهورترین آثار علمی به زبان پارسی در سده 14 میلادی که برای آموزش دانشجویان به کار برده می شد. باید گفت که روابط تاریخی و فرهنگی ایران و داغستان به دوران قبل از ظهور اسلام میرسد. نتایج تحقیقات باستان شناسی و کتیبه هایی که از دوران ساسانی باقی مانده است بر اهمیت زبان فارسی و تأثیر فرهنگ ایران بر فرهنگ داغستان دلالت میکند. پس از ورود اسلام، گرچه زبان عربی در منطقه چیره شد، ولی نگارش نسخه های خطی پارسی هم در داغستان رونق داشت. با وجود اینکه به زبان عربی و ادبیات عربی مسلط بودند، گرایش بیشتر به زبان فارسی داشتند و برای تکمیل کردن تحصیل خود به کتب علمی فارسی زبان
روی می آوردند. اثر علمی به این زبان می نوشتند، شعر می سرودند. آثار فارسی زبان هم علمی هم ادبی به زبانهای ملل خود ترجمه می کردند. یکی از این نمونه ها قاموس فارسی عربی ترکی است، فرهنگی سه زبانه که در پایان سده 18 میلادی توسط دبیر قاضی خونزاخی در داغستان تدوین شده. در برابر هر واژه پارسی ترجمه ترکی آن و شرح آن به عربی نوشته شده. گاه شعری هم که واژه در آن به کار برده شده آمده است، اغلب از سروده های حافظ. کار فهرست کردن این نسخه ها با جدیت در مرکز علمی داغستان در جریان است. فهرست نسخ خطی، فهرست کتب چاپ سنگی و فهرست مکتوبات و فرامین به فارسی در 3 جلد ما قصد داریم به چاپ رسونیم انشاءالله. برخی از دست نوشته ها پیش از رسیدن به بایگانی کتابخانه دچار آسیب های فراوانی شدند. مرکز علمی داغستان در تلاش است با دیجیتال کردن نسخه‌های برجای مانده از همین میراث موجود نگهداری کند. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. ممنون که بیننده ما بودید. مثل همیشه یادآوری می‌کنم که تماشا رو می‌تونید روی یوتیوب و وبسایت BBC باز ببینید و گزارش‌هاش رو هم روی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا هفته بعد، خداحافظ. خودم میخواستم تمومش کنم. راست میگفت کمیسر که این پیر سگو دیده؟ نمیدونم والا. یعنی ممکنه؟